دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضا نظر بگی هستم، از کانال یوتیوب پویوت آکادمی در خدمتتونم. درس های 0 تا 100 ادوبی افتر افکت رو اگر در کانال دنبال کرده باشید با این نرم افزار فوق العاده قدرتمند آشنایید و می‌خوایم در این جلسه ویدیویی یک استوری موشن جدید کار کنیم با موضوع بلک فرایدی. البته شما در کل سال میتونید از این استوری موشن استفاده کنید با تعویض تکست ها متن ها، ولی خب تم و موضوع کاری رو من بلک فرایدی در نظر گرفتم. استارت کارمون رو بزنیم، بریم سراغ لایر، گزینه نیو. البته اینجا اگر ندیدینش باید با تایملاین کلیک کنم، گزینه لایر نیو و البته سالید کالر که انتخابش میکنیم با همین ابعاد. در ارتباط با ابعاد قبلش بهتون بگم، اگر کامپوزیشن و نیو کامپوزیشن رو بزنید، من ابعاد استاندارد اینستاگرام که در درس‌های قبلی استوری موشن بهتون گفتم رو دارم استفاده می‌کنم. اندازه 1080 پیکسل در 1920، یعنی برعکس سایز فول اچ دی، به خاطر اینکه تصویر گوشی‌ها به صورت عمودی هستش این کار رو انجام میدیم. فریم ریت 25 فریم در ثانیه و البته دیوریشن 10 ثانیه رو انتخاب کردم چون بیشتر 10 ثانیه هم نیازی نداریم، میتونیم چندین و چند استوری برای محصولاتمون استفاده کنیم. خب دکمه اوکی رو میزنیم، یک حالت کامپوزیشن جدید به وجود میاد. بریم سراغ لایر نیو و گزینه سالید کالر رو انتخاب کنم با همون شرایط. اپ آدرو دکمه اوکی کلیک میکنم. رنگش خیلی مهم نیست به خاطر اینکه ما الان میایم سراغ افکت ها و پریست هامون که در ارتباط باهاش صحبت کردم در درس های 0 تا 100 ادوبی افتر افکت. و گزینه 4 کالر گریدینت رو انتخاب میکنیم. در این بخش میبینیدش، اینجا هستش، میتونید با همین اسپلی که میبینید استفاده کنید. من درگ میکنم میارم اینو میندازم روی سالید کالرم. خب 4 تا رنگ میبینید، رنگ های مد نظر خودتون رو هم بر حسب سلیقه‌تون میتونید استفاده کنید، بر حسب موضوع کارتون و محصولتون میتونید رنگتون رو انتخاب کنید. من میخوام از رنگ هایی با این توناژ رنگی استفاده کنم، حالت های صورتی و سرخابی و قرمز، یه همچین رنگی رو به وجود بیارم. بیایم این رو هم کلیک کنیم، رنگ قرمز رو استفاده کنم. یه مقدار میتونیم رنگ ها رو بعدا دوباره تغییر بدیم که از هم متمایز باشن یه جورایی. این رنگ رو یه جورایی این رنگم قرمز کنم به این شکل. خب چنین رنگی رو استفاده میکنم من، شما رنگ های خودتون میتونید داشته باشید. تایملاین هم 10 ثانیه است. من سی تی آی رو میارم ابتدای کار که از ابتدای کار شروع کنیم به ایجاد تکست و موارد دیگه. حالا کاری که من میخوام انجام بدم ایجاد یک ریکتنگل. میرم سراغ ریکتنگل، یه ریکتنگل مشکی اینجا ترسیم میکنم به این حالتی که میبینید. بعد میام داخلش حروف B و F اول حرف بلک و فرایدی رو مینویسم. پس قبل از اینکه بریم سراغ حروفمون یعنی بلک فرایدی رو بنویسیم، بیایم تعیین تکلیف کنیم شرایط این رو. میخوام یه وضعیتی وجود داشته باشه که این حالتی که من دارم، این باکسم رو البته بیارم یه جای بهتر قرار بدم، از حالت اسکیل 0 به 100% برسه. خب ما چند تا فریم میایم جلوتر، خیلی کم، در حد مثلا 4-5 فریم میایم جلوتر. برم سراغ ترانسفورم همین شیپ لایری که به وجود اومده و در بخشی که الان در بخش ترانسفورمش داریم گزینه اسکیل رو استاپواچش رو اینجا من میزنم. یه استاپواچ اینجا داشته باشه که در ابعاد صحیح ببینیمش. سی تی آی رو برمیگردونم ابتدای کار و اسکیل رو میذارم روی 0. حالا اتفاقی که میفته، با سرعت زیاد میبینیم که این کادر سیاه رنگ برای ما باز میشه. من این دوتا کی فریم رو هم انتخاب میکنم، با زدن دکمه F9 روی کیبورد اونها رو به حالت ایزی ایز تبدیل میکنم که حالت نرمتری در لود شدن این باکس ببینیم. بریم سراغ حروفمون. من میام جلوتر، به اندازه یکی دوتا فریم میام جلوتر و اینجا بیرون از محیط کلیک میکنم که تمام لایه‌ها از حالت انتخاب خارج بشن. بریم سراغ تکستمون، یه دونه بی بنویسم برای بلک و این رو میتونیم جابجاش کنیم. اجازه بدین این بی رو بیاریم اینجا قرار بدیم به این شکل که میبینید، یه F هم پایینش بذارم. پس باز هم بیرون کلیک میکنم، از ابزار تکست استفاده میکنم و F رو همینجا مینویسم، بعد جابجاش میکنم، F رو هم میارم اینجا قرار میدم. به هم نزدیک باشن این بلک و فرایدی، یعنی دوتا کلمه‌ای که دارم، خیلی بهتره با استفاده از کلیدهای جهت‌نما روی کیبورد و البته استفاده از سلکشن تول. وقتی انتخاب کردم حروف رو میتونم یه مقدار جای این دوتا رو بهتر کنم به این شکلی که دارید میبینید. خب کاری که میخوام انجام بدم، ادامه بلک و ادامه فرایدی رو همینجا بنویسم. بیایم کارمون رو انجام بدیم، ولی قبلش B و F رو هم
شرایطشو مشخص کنیم زمانی که وارد کار میشن یهو وارد تصویر نشن. بنابراین من یه حالتی رو به وجود میارم که اینجا اولین کی فریم برای B و F شکل بگیره، B و F رو هم باز میکنم، ترانسفورم هر دوتا مورد رو به حالتی که دارید میبینید، اول B لود بشه بعد F. پس ما B رو میاریم، اسکیلش رو تغییر میدیم، اینجا اسکیل B کی فریمش رو روشن کنم، بذارم روی 0%، به این شکل که میبینید چند تا فریم، 3-4 تا 5 فریم که رفتیم جلوتر، من B رو 100% میکنم به این حالت. بعدش همین کار رو برای F هم انجام میدم. پس بریم سراغ اسکیل F که اینجا میبینید و در همین کی فریم ابتدایی، یعنی اونجایی که B شروع میکنه به ظاهر شدن، کی فریمش رو هم ایجاد کردیم، CTR رو میاریم اونجا، اسکیل رو میزنم روی 0%، روی کی فریم دومی که ایجاد کرده بودیم برای B، F رو هم همون کار رو براش انجام میدیم، اسکیلش رو میذارم روی 100%. به این حالت که میبینید، ببینید کادرم که وارد میشه B و F هم شکل میگیرن. حالا من میتونم یه مقدار این مورد F رو، دوتا کی فریمش رو درگ کنم بیارم جلوتر، انزای 2 فریم تفاوت داشته باشن که بعد از B F شروع کنه به نمایش در اومدن در اصل، با این حالتی که دارید میبینید یه مقدار جذابتر و قشنگتر بشه. خب این دوتا کی فریم رو هم با زدن دکمه F9 حالت ایزی ایز رو براش اجرا میکنم، دوتا فریم پایینی رو هم همین حالت با F9 میتونیم این کار رو انجام بدیم و در نهایت من این دوتا رو بذاریم ببندم، گزینه شیپ لیر رو هم ببندم، یه مقدار تایملاینمون خلوت‌تر بشه، ببینیم داریم چی کار میکنیم. پس B و F رو تا اینجا داریم. حالا ادامه بلک و فرایدی رو مینویسم اینجا دوستان عزیزم. تکست رو برداریم، ابزار تکست رو بیرون یک کلیک، اینجا بنویسم لک به این حالت که میبینید، جا به جاش کنم، بیارم اینجا قرار بدم، یه مقدارم با ابزار سلکشن تول و کلیت های جهت نما این رو میتونم به B نزدیکتر کنم، حالت بهتری گرفت. فرایدی رو هم همین کار رو انجام میدم واسهش، بیایم فرایدی همینجا بنویسیم، یک کلیکیم بیرون به این حالت و این رو هم جابجا میکنم، با کلیت های جهت نمای روی کیبوردم دارم اینا رو جابجا میکنم. خب توی جایگاه خوب قرار بگیره به این شکلی که دارید میبینید و الان میخوام زمانی که کادرم داره خارج میشه از تصویر، قسمت لک و این قسمت رایدهی که داریم ظاهر بشن. بنابراین من باید بیام این دوتا گزینه رو که بعدن نوشتیم، بخش لک و فرایدهی رو، هر دوتاش انتخاب کنم در تایملاین، یه رایت کلیک گزینه پری کامپوز رو بزنم که پری کامپوز برای من به وجود بیاره به این حالتی که میبینید. برگردیم به کامپوزیشن اصلیمون که اینجاست، میبینیدش، این کامپ یکی که من دارم، کلیک میکنم برگردیم به این قسمت. حالا من میخوام استارت کارم رو از چند فریم بعد از ظاهر شدن بیو اف بزنم. ببینیم اف اینجا به حالت 100% میرسه، چند تا فریم میایم جلوتر، 3-4 فریم و بعد من میام سراغ ابزار ریکتانگل تو. زمانی که پری کامپوزی که این لک و فرایدی داخلش هستن رو انتخاب کردم در تایملاین، میام یه دونه ماسک به وجود میارم. میبینید اگر من ماسک رو گسترش بدم شما ادامه بلک فرایدی رو میبینید. من تا یه جایی که قسمت لک و رایدی دیده نشن این ماسک رو شکل میدم، بعد با خارج شدن این بخش سیاه ماسک رو ادامه خواهم داد. پس بریم سراغ این شیپ لیر سیاه رنگمون، بازش کنم، در این قسمت بیام سراغ گزینه پوزیشن و استافاچ پوزیشن رو فعال کنم، یه مقدار بریم جلوتر تا ثانیه مثلا 1 و شیپ لیرمون رو جا به جاش کنیم. ببخشید من اینو نباید میزدم، این قسمت اول رو بزنیم این بره بیرون به این حالتی که میبینید. خب من قسمت R رو دارم میبینم هنوز در بخش ماسک، پس میرم بالا پری کامپوزی که ماسک هم هستش رو و ماسک داره رو انتخاب میکنم، بخش ماسک رو هم باز میکنم، دوباره ماسک داخلش رو هم انتخاب میکنم و یه مقدار میتونم ماسکم رو کوچیک‌تر کنم. البته اگر سلکشن تول رو بیارم دابل کلیک کنم روی یکی از این گوشه‌ها، میتونم از اینجا هم اینو کنترلش کنم اینو کوچیک بشه که فقط B و F نمایش در بیاد به این حالت
و یک کلیک بیرون از این محوطه میتونه باعث بشه که من دیگه این قسمت ها رو نبینم. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. یه پلی، تا اینجا کادرمون هم خارج میشه. حالا با خروج این کادر از سمت راست من میخوام بقیه بلک فرایدی به نمایش در بیاد. پس بیایم چند تا فریم جلوتر به این حالت که میبینید و ادامه بدیم ماسکمون رو. دابل کلیک، ماسک رو اون بالا هم انتخاب میکنم، ماسک پس رو انتخاب میکنم، در همین کی فریمی که اینجا قرار داره ماسک پس رو میزنم و با خارج شدن این استارت کارم رو خواهم زد. بزنین چند تا فریم بیام عقب‌تر. زمانی که این بلک اینجا هست اولین کی فریممون اینجا قرار بگیره، میبینید زمانی که کادرمون سر جاشه. حالا یه ذره که بریم جلوتر میتونم ماسک رو حالا گسترش بدم. من اگر اینو درست کنم ماسک پس ادامه پیدا میکنه. باز هم میتونم برم جلوتر، دوباره دابل کلیک و ادامه کار که از سمت چپ این کادر ما به خوبی کار رو ببینیم. تا اینجا ادامه پیدا کنه، دوباره کشیدگی و تا جایی که بیرون میره کارم، دوباره دابل کلیک و گسترش کار. خیلی خوب، من ماسک پس رو هم ادامه دادم. بریم یه بار کار رو از اول ببینیم. اینجا یک کلیک کنیم، یه مقداری کار نیاز به تصحیح شدن داره. من سی تی آی رو بیارم این بخش، میبینید باید با گوشه کار، با این لبه سمت چپ کار رو ادامه بدیم. بنابراین من باید این کی فریم ها رو تغییر بدم. یه مقدار زوم کنیم، اینو بیارم اینجا، این رو هم ببرم جلوتر، یه مقدار اینا رو درست کنم. بنزی چند فریم بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید از اینجا میتونیم کار رو ببینیم. باز هم نیاز به تغییر داره به این شکل که میبینید. خب الان کار بهتر شد، یه کی فریم ها رو درست کردم، کار بهتر شد. خیلی خب، حالا این بلک فرایدی بیاد مرکز کار و بره بالا. بنابراین این موارد رو کامل ببندم، به جز شیپ لایر قسمت بی اف و پری کامپوز هم رو انتخاب میکنم. رایت کلیک، دوباره پری کامپوز از اینا میسازم، نکمه اوکی رو هم میزنم. بلک فرایدی به این شکل به وجود میاد. سی تی آر رو یه بار بیاریم ابتدای کار. البته من باید برم سراغ کامپوزیشن اصلی، سی تی آر رو بیارم ابتدای کار. اینجا که شکل میگیره دو سه تا فریم میریم جلوتر، بلک فرایدی رو میاریم مرکز کار و میبریم بالا. پس بیام پری کامپوز رو بازش کنم، ترانسفورم رو هم باز کنم، گزینه پوزیشن رو انتخاب کنم، ساپاچش رو اینجا میزنم، یه مقدار بیام جلوتر، بنظر دو سه تا فریم اینو بیاریمش سمت چپ. ببخشید داره کشیدگی به وجود میاد. این پوزیشن رو بیاریم اینجا وسط. بعد که اینجا قرار گرفت چند تا فریم میریم جلوتر و میایم بالا به این حالت که دارید میبینید. این خمیدگی هم که به وجود میاد اشکال نداره، بذاریم بمونه. من در درس‌های ابتدایی بهتون گفتم که چطور میتونید این خمیدگی رو حذفش کنید، یه مسیر مستقیم بره بالا یا مثلا تغییر کنه، ولی اینجا این مقدار به جذابیت کارم اضافه خواهد کرد، پس من میذارم بمونه. یه پلی میکنیم، بلک فرایدی بره بالا. میتونیم یه مقدارم زمانش رو افزایش بدیم. پس من کی فریم ها رو میارم جلوتر، این رو هم میارم جلوتر، ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی هم عالی شد. خب همه این موارد دوباره انتخاب میکنم، با زدن دکمه F9 ایزی ایز رو به وجود میارم، یه حالت نرمتر شکل بگیره. و حالا میخوایم بریم سراغ پروداکتمون، محصولمون، و اون رو وارد صفحه کنیم. این رو ببندیمش، دیگه نیازی فعلا بهش نداریم. بریم سراغ پروژکتم و من یه دونه کفش رو دارم که حالت PNG داره، بکراندم نداره، این تصویر PNG. شما هم اگر میخواین از محصولتون استفاده کنین، بهتر تصاویر PNG بدون بکراند استفاده کنید. این کفش رو درگ میکنم، میارم داخل کار، قرار میدم اینجا قرار بگیره. جایگاهش رو هم مشخص میکنم. ببینید زمانی که این بلک فرایدی رفت بالا یه مقدار بمونه، من بنزه چند تا فریم میام جلوتر، کفشم بعدم وارد بشه. پس کفش اینجا جایگاهش خوبه، بذاریم بمونه. یه ذره میتونیم ببریمش حتی سمت راست، این پایین،
بعدا میخوام روش قیمت گذاری کنم و چند تا فریم حالا میایم ابتدای کار. البته بذارین اینجا اول کی فریم اولمون رو به وجود بیاریم. کفش رو باز میکنم، ترانسفورم رو هم باز میکنم، گزینه پوزیشن صفاچش رو روشن میکنم، حالت دومم رو اول مشخص میکنم، بعد میام ابتدای کار یه چند تا فریم قبل جایی که بلک فرایدی کارش تمام شد، اینجا یکی دو فریم بعدش پوزیشن رو تغییر میدم. ببینید این بیاد پایین پایین قرار بگیره، یه مقدار هم میخوام حالت روتیشن هم داشته باشه، پس روتیشن رو هم اینجا فعال میکنم، یه چرخش هم به کارم میدم، پایین داره چرخش شکل میگیره، بعد دوباره برمیگردم روی فریم آخر و یه روتیشن هم به حالت صفر که برگرده سر جای سابقش درست میکنم. پس این حالت رو خواهیم داشت. پروداکتمون و محصولمون هم داریم اینجا معرفی میکنیم. ببینیم سرعتش چقدر. کمه کی فریم ها رو بیشتر جلو ببرم، خیلی کم بود تو این حالت. ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی خوب، بازم جا داره که این دوتا رو ببرمشون جلوتر به این شکل که فاصله زمانی بیشتری رو ببینیم برای لود شدن و بالا اومدن کفشمون. خیلی خوب، بیایم یه مقدار چرخش هم زمانی که این بالا میرسه باز هم ایجاد کنیم. روتیشن رو انتخاب میکنم در این فریم، مثلا بیاریم تو فریم ششم، ثانیه ششم، هفتم کارمون رو ادامه بدیم و روتیشن رو به این حالت داشته باشم، یه مقدار کم. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید کار که میاد بالا باز همون چرخش ادامه خواهد داشت. البته چقدر خوبه که ما وقتی کار رو میبینیم در همون مسیر چرخش هم شکل بگیره، یعنی برعکس این چیزی که من درست کردم. پس من میرم روی اون کی فریم یه همچین حالتی به وجود میارم. خب اون چرخش رو میبینید کماکان ادامه داره. حتی میتونم کی فریم رو تا ثانیه دهم ببرم جلو که تا انتهای استوریمون این چرخش رو آروم آروم ببینیم. سایز تصویرمون هم میتونیم بزرگتر کنیم اگر خواستیم، میتونیم کفش رو بزرگترش کنیم، به نظر میذاره کوچیکه. پس اسکیل رو بدونی که سابواتش رو بزنم چون نیازی به انیمیشن نداره، ما میتونیم این سایزش رو بزرگتر کنیم به این اندازه باشه و کار رو ببینیم به این حالتی که دارید میبینید. خیلی خب، جایگاهش هم خوبه، همه شرایط هم اوکیه. فقط کاری که الان باید انجام بدیم اینه که یک قیمت گذاری هم داشته باشیم. به هر حال باید اینجا بنویسیم که توی حراج قیمتش چقدر شده. خب برای ایجاد قیمت هم میخوام یه دونه شیپ لایر جدید به وجود بیارم. بذارین رو مورد رو هم ببندیم. یه دونه شیپ لایر به وجود میارم در این قسمت و رنگ داخلش رو، فیلش رو میارم، میذارم روی نان. اجازه بدیم بر روی خود فیل کلیک کنم و گزینه نان رو انتخاب کنم. استروک براش به وجود میارم، رنگ استروک رو هم میتونم مشکی کنم و سایز استروکم رو هم میتونم بذارم مثلا روی 3-4 پیکسل، 5 پیکسل، ببینیم چقدر نیاز داریم. خب خیلی نیاز داریم، مثلا 13 پیکسل اینجا نیاز داشتم. ببینیم یه همچین حالتی به وجود میاد. یه دونه خطم بذارین درست کنم با استفاده از ابزار پن، به شرط اینکه شیپ لایر رو انتخاب کرده باشم همینو در بخش لایه هام و از اینجا یک کلیک و یک کلیک هم اینجا. بیایم یه استروک هم برای این مورد مشخص کنیم، استروک 13 رو همین مورد هم داره. خیلی خب ببینیم چطور شد، یه همچین حالتی داره. منتها ببینید خط روی کفش قرار گرفت، من این خط رو باید بیرون کفش داشته باشم، بنابراین شیپ لایر رو میارم میذارم زیر کفش به این حالت. و البته نحوه لود شدنش خیلی مهمه. من میام اول کفشم ببینم کجا بود، اینجا کفش وارد تصویر میشه و شروع میکنه به چرخیدن. دو سه تا فریم بعدش میخوام این مورد لود بشه. بنابراین بریم سراغ قسمت کانتنتس. برای همین شیپ لایری که داریم جلوش گزینه اد رو میبینید که در ارتباط باهاش قبلا بارها صحبت کردم، روش کلیک میکنیم و گزینه تریم پاس رو انتخاب میکنم که این به این موارد اضافه بشه. حالا اگر تریم پاس رو بازش کنم یه گزینه داره به اسم اند که من میتونم اینجا اند رو روشنش کنم. این اند رو بیاریم ابتدا بذاریم روی صفر، هیچی مشخص نیست. یه چند فریم که رفتیم جلو
اند رو میذارم روی 100%. صافاچه شوشن دو تا کی فریم برای من به وجود میاره. ببینیم با چه سرعتی این کارو کرد. خب حالتش هم خوبه. من میتونم کی فریم یه مقدار بیارم جلوتر به این شکل که میبینید و ازش استفاده کنیم. داخل این من میخوام قیمت رو بنویسم یه مقدار بیام قبل از اینکه شروع کنه به لود شدن، مثلا این حدودا تکست رو به وجود بیاریم. برای ایجاد تکست همه این موارد رو از حالت انتخاب خارج میکنم، دوباره تکست رو به نمایش در میاریم و اینجا بنویسیم 250,000 تومان. بذاریم من تکستم رو بنویسم، ادامه ویدیو رو ببینیم. تکستم رو هم به وجود آوردم، یه مقدار جابجاش کنیم بیاریم بذاریم اینجا. سایزش خیلی بزرگه، بلاکش میکنیم و سایز رو کاهش میدیم با این شکل و اینو میارم میذارم اینجا مثلا. خیلی خب ببینیم چه اتفاقی میفته و کجای کادر قرار گرفته. در نهایت یه مقدار بازم میتونیم جابجاش کنیم با ابزارهای با کلیدهای جهت‌نما روی کیبورد. من اینو جابجا میکنم. کادرم میشد بزرگتر باشه ولی خب اشکال نداره. من فعلا تکست رو کوچیک میکنم، 94 رو بذاریم روی 89، بهتر شد. باز هم انتخابش میکنم، با کلیدهای جهت‌نما یه مقدار جابجاش میکنم، در جایگاه مورد نظرم اینو قرار میدم. ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید اینجا من میخوام شروع کنه به لود شدن، بنابراین تکستم رو بازش میکنم، ترانسفورم رو هم باز میکنم، اپاسیتی این مورد رو استاپواچش رو اینجا میزنم حالت صفر باشه، یه مقدار میریم جلوتر به اندازه چند فریم، خیلی خیلی کم، 2-3 فریم، و اینو روی 100 میذارم. خیلی سریع میخوام لود بشه این تکستم، بنابراین پلی و کار رو به این شکل میبینید. میتونم من این کی فریم اول تکست رو چند تا بیارم عقبتر، کار رو به این حالت ببینیم. خب همه این موارد شکل گرفتن. یه مقدار اگر جزئیات داشته باشیم کارمون قشنگتر خواهد شد و البته میتونیم رنگ بکراند رو عوض کنیم، موارد این چینی. میخوام الان برم سراغ جزئیات و ریزکاری و اونا رو با هم داشته باشیم. خب بریم شروع کنیم. من فکر میکنم از این حدودا، از ابتدای کار، یه سری حباب اگر روی کار داشته باشیم جذابتر و قشنگتر میشه از اول کارمون. خب یه دایره اینجا ترسیم کنیم پایین، بریم سراغ شیپ هامون، الیپس رو برداریم، شیفت رو هم نگه داریم که برامون دایره رو به وجود بیاره. اینجا استروک داره کارمون، من استروک نمیخوام داشته باشم، روی خود کلمه استروک کلیک میکنم، نام رو انتخاب میکنم، به جاش رنگ میدم، فیل رو انتخاب میکنیم، رنگ سفید. این مورد رو میتونیم یه مقدار اپاسیتیشو کم کنیم، شیپ لایر که اینجا داریم رو یه مقدار اپاسیتیشو کم کنم، بیایم ترانسفورم رو باز کنیم، کلهم اپاسیتی رو یه مقدار کم میکنم از ابتدای کار، این همچین استایلی داشته باشه و بهش یه مسیر میدیم، یا اینکه مثلا باعث شیم این بزرگتر شه، یه جا محو شه، یه همچین حالتی. و این نقطه ابتداییش روی 36 باشه، زمانی که بزرگتر میشه محو بشه. پس اسکیل رو هم تغییر میدیم، اپاسیتی رو من بذارم روی صفحاتش رو فعال کنم به اندازه مثلا 1 ثانیه، بیام جلوتر، اپاسیتی اینجا 0 بشه به این شکل. من میتونم اینو یه مقدار پررنگتر کنم، البته این مورد رو ببینید بیاد جلوتر از بین میره، ولی خب اسکیل هم داشته باشه که عالی میشه. اسکیل در حالت عادی به این اندازه باشه، یه مقدار که میریم جلوتر تا جایی که داره محو میشه بزرگ بشه. اینجا اسکیل رو دوباره گسترش میدم با این حد و اندازه، ببینیم چه اتفاقی میفته. یه بار پلی کنیم. خب همین کار رو جاهای مختلف من میخوام انجام بدم، پس این گزینه رو دوپلیکیت میکنم، یه کنترل دی که یه مورد جدید به من بده، میام در ثانیه های جلوتر این شیپ لایر رو درگ میکنم از روی کیبوردم، میارم میذارم اینجا و جاش رو هم تغییر میدم، بیاریم اینجا قرارش بدیم. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا تموم میشه، این اینجا شروع میشه، یه مقدار جابجاش کنیم بیاریم عقبتر. همین مورد رو باز هم دوپلیکیت میکنیم، کنترل دی، و این مورد رو هم بیاریم بذاریم بالای بالا،
جاش رو تغییر میدم، مثلا میارم اینجا قرار میدم و این مورد رو هم یه مقدار میبریم جلوتر. ببینیم اگه چند تا بسازیم چه اتفاقی میفته. خب همین مورد رو من چندین و چند بار میتونم تکرار کنم. ببینید من این شیپ لایر رو 3 رو دوباره تکرار میکنم. کنترل دی ببریم بذاریمش بالا و جاش رو تغییر بدیم. اجازه بدیم شیپ لایر رو زمانی که سفید رنگم هست من میتونم بیارم اینجا قرار بدم. سی تی آی رو هم بیاریم همین قسمت، جابجاش کنیم بیاریم این بخش، به هم نزدیک کنیم. اصلا این مورد مشکلی وجود نداره. خب همین مورد رو دوباره کنترل دی برای دوپلیکیت کردنش، یه ذره بیاد جلوتر، جایگاهش عوض شه، بیاد این قسمت مثلا. دوباره کنترل دی، همین کار رو بارها بارها میتونیم تکرار کنیم، در جایگاه های مختلف قرار بگیره. اینو بیاریم بذاریم این پایین، اینجا قرار بدیم. خیلی هم بهتر از قبل شد کارمون، یه مقدار جذابتر شد. این روند رو میتونیم مدام تکرار کنیم. من همه این گزینه ها رو دوباره میتونم انتخاب کنم، یه کنترل دی بزنم همه رو کپی کنم بیارم بالای بالا قرار بدم، یا مثلا اینجا قرار بدم به این شکل که میبینید، همه رو دوباره جابجا کنم به این اندازه ببرم جلو و یه مقدارم فواصلشون رو میتونم حالا بیشتر کنم. که کارمون دیگه زیادم از این دایره ها نداشته باشه. تنظیم کردنش باز بر عهده خودتونه. مطمئنن زمان بذارید یه حالت بهتری رو به دست خواهید آورد. من بازم میتونم یک سری از این موارد رو انتخاب کنم، مثلا 3-4 تاشون. یه کنترل دی دوباره اینا رو ببرم بالا، اینجا قرار بدم، همه رو جابجا کنم ببرم جلوتر که ثانیه دهم هم پوشش داده بشه. دیگه بعد از این موردی وجود نداره اگرم انتخاب نکردیم. مثلا این دوتای آخری اضافی هن که انتخاب میکنیم، دکمه دیلیت رو میزنم که حذف بشن. بزنید یه بار کار رو ببینیم، ببینیم چه اتفاقی افتاد از ابتدا. تمام این موارد رو حتی میتونم درگ کنم بیارم بندازم زیر کفش که روی کفش این حباب شکل نگیرن. میتونم همه رو انتخاب کنم با دکمه شیفت، یه رایت کلیک گزینه پری کامپوز رو بزنم اینجا، تبدیلش کنم به یه پری کامپوز، برگردیم به کامپوزیشن اصلیمون، اینو بیارم بندازم زیر کفشی که داشتیم اینجا، که اگر حبابی شکل گرفت روی کفش شکل نگیره، زیر شکل بگیره با این حالت. من میخوام برگردم به بکگراندم، به این بکگراند اصلی که داشتیم، سالید کالری که رنگ بندی داشت. بریم سراغ افکت کنترل، این 4 تا رنگی که اینجا داشتیم رو تغییر بدم تا انتهای کار رنگ هام عوض بشه. پس سی تی آی رو میارم ابتدای کار، بازش میکنم گزینه، البته همین بالا میتونیم این کار انجام بدیم دیگه، وقتی در افکت کنترل داریم این گزینه ها رو، بیایم رنگ ها رو تغییر بدیم. در زمانی که سی تی آی ابتدای کاره، بیام استاپاچ کالر 1، کالر 2، کالر 3 و کالر 4 رو بزنم. ببینید فقط استاپاچ رنگ ها رو زدم، نه پوینت ها رو، کالر ها رو تغییر دادم. بعد میام رنگ ها رو در سی تی آی، زمانی که سی تی آی رو آوردم آخر آخر تغییر میدم، میبریم ثانیه دهم، در ثانیه دهم رنگ ها کامل عوض بشه. این رنگ رو مثلا میارم میذارم روی رنگ آبی به این حالت، این رو تغییر بدیم یه همچین رنگی. خب این مورد رو دکمه اوکی رو بزنم، این مورد رو هم تغییر بدیم به این شکل. مورد بعدی و این مورد رو هم عوض کنم. خب این بنفشه رو دوباره آبی کنیم، دکمه اوکی رو بزنم. خب حتی میتونیم تغییرات رنگی رو در میانه کار هم با کی فریم های جدید عوض کنیم، چندین و چند رنگ داشته باشیم. ولی اگر من سی تی رو بیارم ابتدای کار، ببینید که تغییر رنگی هم خواهیم داشت. یه بار کار رو پلی کنیم با هم ببینیم چه اتفاقی افتاد. ببینید چنین شرایطی رو داریم،
برای معرفی محصولمون و رنگ ها هم داره عوض میشه. خیلی کار جذابتر و قشنگتر شد نسبت به اون موردی که اول و ابتدای کارمون میدیم. پس شما هم میتونین کار رو انجام بدین. من CTR رو ببرم ابتدای انتهای کار ببینید چه اتفاقی افتاد و چه نتیجه حاصل شد. شما هم میتونین تکست های بیشتری اضافه کنید، میتونین آبجکت های بیشتری در تصویر داشته باشید و کارتون رو جذابتر دنبال کنید. من در انتهای کار میخوام یه دونه به علاوه به وجود بیارم به عنوان یه تکست، تکستم رو شکل بدم اینجا، یه همچین موردی رو داشته باشم، سایزش رو هم بزرگتر کنم، بلاکش میکنم، بعد سایز رو بزرگ میکنم، سایز بزرگتر بشه به این اندازه، رنگش رو هم میتونم مشکی کنم، بعد CTI رو بیارم ابتدای کار، این مورد رو یه مقدار جابجا کنیم، بیاریم پایین تر قرار بدیم اینجاها و براش روتیشن به وجود بیارم، بذاریم در یه لایه بالاتر از بک‌گراندی که داریم، سالید کالری که داریم، و اینو بچرخونیمش، بیام سالید کالر رو اینو بذاریم بازش کنم، استارتش رو بذاریم، ترانسفورم رو هم انتخاب کنم. یه مقدار داره ویدیو طولانی میشه، عذرخواهی میکنم، میخوام کار جذابتر و قشنگتر بشه. روتیشنش رو میتونم اینجا فعال کنم در حالت 0 درجه و بریم به ثانیه 10 روتیشن رو بذارم روی یک دور کامل، که یه دور کامل کار برای ما بچرخه. ببینید چرخش از کجا شکل گرفت؟ حول محور این انکر پوینتی که داره. من در ویدیوهای آموزشی قبلا بهتون گفتم، اینجا هم دوباره میگم، برای اینکه انکر پوینت در میانه کار قرار بگیره و دور محور انکر پوینت بچرخیم، باید زمانی که شیپمون رو انتخاب کردیم گزینه پن بیهایند رو، زمانی که دکمه کنترل روی کیبورد رو نگه داشتیم، دابل کلیک کنیم روش که این انکر پوینت بیاد میانه کار. حالا اگر چرخش رو ببینیم، از میانه کار شکل میگیره به این حالت که میبینید، یه دور کامل میچرخه. یه مقدار اپاسیتی رو من کم کنم، اپاسیتیش خیلی زیاده، بیایم اپاسیتی رو بدون اینکه اصافاتش رو بزنیم کم کنیم، از 100 کمتر بشه رنگ مشکی. خب این مورد رو هم ببندم و یه بار کار رو از اول باز هم ببینیم. ببینید همچین حالت جذاب و قشنگی میتونیم برای کارمون به وجود بیاریم. استوری های زیادی میشه با این حالت به وجود آورد، بستگی به خودتون داره که چه محصولی رو میخواین تبلیغ کنید، چند تا محصول دارید، همین موارد رو باید در نظر بگیرید، رنگ کالاتون رو در نظر بگیرید. اگه خواستین موارد دیگه مثل این به علاوه که من اینجا گذاشتم و چرخش براش ایجاد کردم، شما میتونید شیپ های دیگه هم به وجود بیارید و از اونها هم استفاده کنید برای اینکه یه مقدار کارتون جذاب‌تر بشه. ولی پیشنهاد میکنم بهتون دیگه خیلی این محیط استوریتون رو شلوغ نکنید، که اون آبجکت اصلی، اون سوژه اصلیتون خیلی به چشم نیاد. پس لطفاً در این موارد هم حتما دقت کنید. در انتهای کار هم باز هم ازتون درخواست میکنم دوستان عزیزم، مثل همیشه لطفاً ویدیو رو لایک کنید، اگر در کانال سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و لطفاً برام کامنت بذارید. دوستان عزیزم، همراه شما در ویدیوهای بعدی هم خواهم بود. متشکرم، موفق باشید.